بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مراد از كلمه ياسين بود. مقتضای دو دلیل متقن این است که مراد شخص خاتمه. دلیل اول آیه بعد، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. دلیل دوم نصوص وارده در حد استفاضه غریب به تواتر، و این نصوص دو قسم میشه. یک قسم اون چه وارد شده به عنوان این که یکی از اسماء اون حضرت یاسینه، این یک طائفه است. قسم دوم روایات کثیره ایست که مراد از آل یاسین آل اون حضرت. این نصوص هم با دو طایفه میشه. یک طایفه به عنوان این است که آل یاسین آل محمدن، یک طایفه به عنوان این است که آل یاسین اونهایی هستند که در سوره صافات مورد سلام واقع شدند. این از جهت نصوص که مستوفا تعرض شد. باقی ماند تأمل در خود آیات. آیه‌ای که مورد استشهاد روایت عیون و بقیه روایات آیه ایست که در ذیل قضیه الیاس
و استشهاد به اینه که خدا فرموده سلام علی آل یاسین، این از اون جهت. از جهت دیگر در مصحف متداول امروز آیه به عنوان سلام علی الیاسین، بنابراین این مشکل چجور باید حل بشه؟ حل این اشکال موقوف بر این که تحقیق عمیقی در این جهت بشه. سلام علی الیاسین بعد از قضیه الیاس، بعد که تر میشه الیاس از مرسلین بود، قضیه الیاس بیان میشه، بعد نوبت میرسه سلام علی الیاسین. اون چه از کلمات عامه مفسرین از عامه و خاصه مطلقا که مورد اتفاق عند الکل بدون اختلاف این مطلبه که در این آیه دو قرائته، یک قرائت سلام علی الیاسین، یک قرائت سلام علی آل یاسین. پس خود این اتفاق مهمه، اجماع کل بر اینه که در اینجا دو قرائته. قهرن مشکل منحل، ولو فعلا و اکثر قرائت الیاسین، ولی اون چه مهمه اعتراف خود اعیان اهل تحقیق و نظر از مفسرین عام از قبیل فخر رازی و غیر فخر رازی همه متفقند.
متفقاً میگویند که قرائت این جمع سلام علی آل یاسین، قرائت نافع ابن عامر، یعقوب، زید ابن علی، آل یاسین، این از جهت قراء. اخرج ابن ابی حاتم و تبرانی و ابن مردوی عن ابن عباس، عن ابن عباس قال سلام علی آل یاسین آل محمد. این دو قرائت اساسی. قرائت سومی هم هست که قرائت ابن مسعود و اون قرائت به شدود مردوده و قرائت او سلام علی ادراسین. این از حیث قرائات. اون چه باز مهمه، تصریح اساتین علماء عامه بر این جمله است. وقتی قرائت نافع ابن عامر، یعقوب و زید ابن علی ابن الحسین را نقل می کنن، استدلال می کنن لأنهما فی المصحف مفصولان، و این جمله بسیار مهمه. مراد از این کلمه اینه که الف و لام در این قرائت که الیاسین متصله، ولی در خود مصحف اصلی منفصل بوده. تصریح همه می کنن که در مصحف کلمه الف و لام از یاسین جدا بوده، به آل بوده و اضافه شده به یاسین. حالا چه اتفاق افتاده که بعد مصحف رائج بر طبق این قرائت شایع شده؟ آلوسی
تصریح میکنه لأنهما فی مصحف عثمان مفصولان. استدلال امام حالا روشن میشه وقتی امام از همه التزام گرفت، مأمون تمام علماء اسلام رو جمع کرد، در اون مجلسی که همه بودن عنوان امام این بود. خوب دقت کنید. اخبرونی عن قول الله عز وجل. یاسین فمن انا به قوله یاسین. قالت العلماء یاسین محمد صلی الله علیه و آله لم یشک فیها احد. قال ابو الحسن علیه السلام فإن الله عز وجل اعطا محمدا و آل محمد من ذلک فضلا لا یبلغ احد کنه فضل إلا من أغله وذلك إن الله عز وجل لم يسلم على أحد إلا على الأنبياء صلوات الله عليهم. تا اینجا. و قال عز وجل سلام علی آل یاسین. پس روشن میشه که مصحف سلام علی آل یاسین بوده و اون چه بعد حجت قاطعه که این قرائت در مصحف فعلی بعد از اون اثار محقق شده، برهان قاطع اینه که علامه وقتی تصریح میکنه اینا بسیار مهمه، اونم علامه در اون عصر، یعنی در عصری که علامه به یک مجلس همه علماء چهار مذهب رو بیچاره کرد و ورق مملکت ایران رو علامه عوض کرد در یک مجلس، که سلطان وقتی عجز همه رؤسای مذاهب را احساس کرد دستور داد خطبه ها عوض بشه. همچه کسی در همچه عصری
بیانش اینه در کشف الحق از ابن عباس نقل میکنه هم آل محمد اون وقت اعتراف کسی که در مقام رد کشف الحق علامه برآمده اینه سهادا و آل یاسین آل محمد و سلام علیهم اعتراف مثل ابن تیمیه که بگه سلام علی آل یاسین سلام بر آل محمد و اعتراف کنه به این قرائت این هم برهان قاطع مطلب ختم کلام اعتراف فخر رازی کسانی که اهل فنن یعنی بفهمن فخر رازی کیه اون کسی که امام المشککینه اون کسی که نحوه برخوردش با کلمات ابن سینا در مباحث مشرقیه معلومه این از یک جهت تعصبش نسبت به مذهب عامه به حدی است که قابل وصف نیست همچه کسی که بدیهیات فضائل و مناقب اهل بیت را مورد تشکیک قرار داده اما به اینجا که رسیده سر سپرده اون هم مهم باز اینه این مطالب خیلی مایه داره اگر کسی بفهمه ابن حجر هیتمی کتاب می نویسد در رد شیعه حجت اینه اون وقت در این کتاب که در رد شیعه می نویسه اینو می نویسه ذکر الفخر الرازی کسی که میخواد ریشه مذهب رو بکنه اینجور خدا بر مغز او میکوبه که این مطلب را از همچه کسی ضبط کنه این اهل بیتهی این کلمات فخر رازیه یساوونهو
فی خمسه اشیاء. اهل بیت اون که علی هم از اونها قطعاً به اعتراف کل، یصابونه با خود او مساویان، اعتراف اینه نه یک درجه پایین تر، برابرن در پنج چیز. اول چیزی که اهل بیت او با او در او مساویان سلامه، بعد خود فخر استدلال میکنه، قال السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این نسبت به اون. و قاله همون خدایی که در نماز جعل کرد السلام علیک ایها النبی، همون خدا فرمود سلام علی آل یاسین. این هم برهان قاطع دوم بعد از اعتراف اون ناسب. دوم امری که اهل بیت او با او در اون مساویان، صلات بر او و بر اونها در تشهد. این کلام فخره. کسی نیست ازش بپرسه اگر در نماز که تکلم انسان با خدا، اگر در قرآن که تکلم خدات بر قرآن، سلام بر علی، صلوات بر علی، چه شد که او شد چهارم؟ اگه عرضه داری جواب بده. از یک طرف این اعتراف، از یک طرف اون تأخر. عقل کو، کتاب کو، سنت کو، به چه میزان کسی که این چنین حرف میزنه، تو که حکیمی، تو که فیلسوفی، تو که اهل کتابی، تفسیر کبیر نوشتی، اگر قرآن اینه، اگر عقل اونه که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح، اگر کتاب اینه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ اگر تابع قرآنی، ملاک احسن در دوران بین حسن و احسن، تقدیم حسن بر احسن، تقدیم فاضل بر افضل، هم عقلا مردود،
هم کتابن مردود، هم سنتن، هم اجماعن. با این بیان این فضلی که او را با شخص اول عالم برابر کرده، یساوونه، این کلمه کلمه شیخ طوسی که نیست، کلمه فخر رازیه. وفه تهاره، اینا رو خوب فکر کنید. سوم امریه، اهل بیتش با او برابرن، او چیه؟ تهارته. قوغاییست اینجا. بعد استدلال میکنه. این حقانیت این مذهب. دنیا سعی کرد خاموش کنه، اما به دست اعدا عدو اینجور روشن میشه. وفی طهاره، قال الله تعالی طه، ای یا طاهر، طه را معنی میکنه ای یا طاهر. طهارت خاتم چیه؟ طهارت خاتم طهارت نوح نیست، طهارت ابراهیم نیست، طهارت موسی نیست، طهارت عیسی نیست. طهارت او متناسب با عظمت قرآنه. اون طهارت طهارتیه که وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اهل بیت او با خود او در این مقام برابرند. بعد استدلال میکنه، دلیلش هم اینه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر عرضه داره از هر جواب بده. دنیای تسنن خواه ناخواه باید سر بسپره. بازیچه نیست این حرفا، اینها همه مستند حاضر داره، اونم از چه کسی؟ از فخر رازی که پف کنه از هر مس به باد میره. همچه مردی اینا میگه، باز هم بیشرمی کار رو به جایی برسانه که اون کسی که میگوید افقه، تعبیر خیلی عجیبه، تعبیر جوریه که بهت‌آوره. رجوع کنید به صحیح بخاری ببینید چه خبره. کسی که رمی مجنونه رو نمیفهمه، خبر از حد شرعی نداره. کسی که به تصدیق شخص اول در تاریخ 1300 سال امام المنقدینه، همچه کسی
میگوید ابوبکر مسائل ارث رو بلد نبود. مسلم ابن حجاج نیشابوری صاحب صحیح حدیث صحیح نقل میکنه عمر مسئله تیمم را بلد نبود. نمازشو نمیفهمید. همچی کسی اول اون کسی که فخر میگوید خدا میگوید السلام علیک ایها النبی سلام علی آل یاسین، خدا میگوید. صلوات بر او میفرسته، در هر نماز هم معین میکنه، هم بر او هم بر آل او. مسئله چهارم، وفی تحریم صدقه وقت هست؟ وقتی بقیه بعد انشاءالله.